اسمي تالا، بار سلام، خدمت همه شما دانشموزان نازنین، امید است که جور باشین، صحتمند و سرحال باشین و پیش تلویزیون نشسته باشین و کارهای خانگی تانم خب بیاسه دیدیم، اما همیشه چی میکنین؟ انجام میدین به خاطر که داخل ما باز هم کارهای خانگی تانه باز از نزدیک هم یک مرون میکنم، ملاحظه میکنم و نمره برتون میتونم و دیگر که درس ایره که مثلا کلمه اینه که شما جور میکنید یک نظر دگام دارم که اونا رو دوباره تجزیه کنیم. مثلا یک کلمه جور میکنیم باران، ما در کلمه باران رو تجزیه کنیم حروفش هم بعد از او در کتابچه نوشته کنیم باز برای من روان کنیم. درست دارم شما نظریم میفهم همه تا نام خدا بسیار فعالیت دارین در صفحه واتساپ. تشکر از همه شما. خب امروز بخیر درس چندم میخوانیم، درس ششم صفحه 13 را میخوانیم. چطور که نواز کنید بخیر آماده شوید که درس آغاز کنیم. اما قبل از اینکه درس آغاز کنیم باید درس گذشته را یک مرور کنیم. درس گذشته ما چی بود؟ بله کدام درس خوانده بودیم؟ دال، زال، ر، ز، ژ بود که شما در واتساپ کار خانگیتان رو روان کردین. امروز بخیر کدام درس میخوانیم ببینیم؟ درس مزمونداری درس ششم صفحه 13 است. خب پیش از اینکه درس بخونیم حروف خوب کاملا آشنایی داریم، میریم یک ترانه زیبا میشنویم.
من خب بسیار خوشم آمد، بسیار ترانه زیبا بود. امید است که شما را خوشتان آمده باشه. ببینید که دانش آموزان چقدر اطفال نازنین به شوق و ذوق الفبا را میخوانند و گفتن که ما بسیار خوب یاد میگیریم. حتما شما مهم تر ترانه را چند بار بشنوید و همچنان حروف هم همیشه کاملا هم حروف خودشه و هم نیمیشه، شکل نیمیشه که در کلمه استفاده میشه یاد بگیرید که بخیر باز درسش رو هیچ اشتباهی نداشته باشین، آماده باشین. خب به تصویر ببینیم که امروز کدام حروف میخوانیم. بله، سی، شی و این دیگه سینونیم است و یا شینونیم است. باز میگم سی، شی، باز سینونیم، شینونیم. اول امروز من میشه که بخونید، من میخونم شما بخونید. سی سینونیم، سی سینونیم، شی شینونیم، شی شینونیم، سین شین، سین شین، سین شین. خب میریم به تصویر بعدی که کدام حروف است. بله، صوت زوات، صوت زوات، صوت زوات، صوت صوت نیما، صوت صوت نیما، زوات زوات نیما، زوات زوات نیما. امید است که یاد گرفته باشین حروف نیما را. حالا میبینیم که در کلمه و کدام اشکال سین و شین صوت دو زوات میاد. میبینیم سین شین صوت زوات، سین شین صوت زوات، سین اول، سین وسط، سین آخر. یعنی که حرفی که در اول میایه، حرفی که در وسط میایه و حرفی که در آخر میایه. شین اول، شین وسط، شین آخر، شین اول، شین وسط، شین آخر. صوت اول، صوت وسط، صوت آخر، صوت اول، صوت وسط، صوت آخر. زوات، زوات اول کلمه، زوات وسط و زوات آخر، زوات اول، زوات وسط، زوات آخر. دانش آموزان عزیز، یعنی که سین، شین، صوت، زوات در کلمه که استفاده میشه اگر در اول بیاید به این شکل، در وسط بیاید به این شکل و در آخر بیاید به این شکل، میدهد که یاد گرفته باشید. خب کارخانگی مثل همیشه موناموز که چی میکنیم؟ در خانه میبینید که کدام حروف هست که کلمه که از این حروفی که امروز خواندیم در او به کار برده شده و در ضمن تو خود حروف هم نوشته میکنین. یعنی که سین، شین، صوت، زوات دو صفحه کارخانگی میکنین و در شماره واتساپ بر من روان میکنین. خب یک سرگرمی داریم یا یک بازی است که میگه حروف الفبا در تصویر پیدا کنین. بیایید ببینیم پیدا میتونیم یا نه. خب من خود شاید پیدا نتانم، شما کمک میکنید؟ میفهمم کمک میکنید. بگوید بله چی است؟ چه، 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 سین، اینجا، اینجا شین است، اینجا تیست، سات است، دیگه است؟ من خود دیگه پیدا نستم. اگر شما پیدا تانستید باز بر من حتما ایده و سبوهایی که در کدام قسمت فراموشم شده کدام حرف پیدا نتانستم. خب دوست آموزان عزیز، میریم بعد درس کتاب ما که در کتاب ما امروز کدام درس بخیر میخوانیم. صفحه چندم است؟ حالا میبینیم. خب درس ششم است و صفحه سیزدهم است. قسمی که میبینید من براتون نشون بدم امروز صفحه چندم است. سیزدهم چپترتان را باز کنیم بخیر درس شروع کنیم. بازم آشنایی با حروف و حروف نیمه می باشد. امروز بازم من ما سوال کرده پرسش از اول گفته آیا می دانید که ژاله با کدام حرف آغاز می شود؟ بله می فهمید، چرا که من بر شما درس دادم. بر چی؟ بله با حرف ژ آغاز می شود. آیا می دانید که بعد از حرف ژ کدام حرف میاد؟ بعد از ژ کدامه؟ ما درس گذشته خوانیم که دال، زار، ر، ز، ج و امروز میخوانیم که بعد از او چی میاد؟ سین است. بله آفرین. دیگه آیا میدانید حرف سه دارای کدام آواز است؟ بله حرف سه، ما مثلا ما کلمه ساختیم هجا کردیم که سه مثل عدد سه آواز شد و خودش هم صدای سه دارد. مثلا سرعیا، سرعیا صدای خود سه هم دارد. خب حالا بخیر درس میخونیم، با دقت متوجه باشی که درس بخونی و تلفظ هم متوجه باشی و از پشتم بخونی. میریم سین، شین، صوت، زوات، سین،
شی سوات زوات سی سینریما سی سینریما شی شینریما شی شینریما سوات سواتنیما سوات سواتنیما سوات سواتنیما. خب به خاطر که شما بهتر بفهمید بازم هم اینجا کلمه تصویری را آورده ایم که در حوالشان حروفی را که نوز خوانده ایم به کار برده شده. سین نمیبینید که در اول کلمه سی با مده صدایی چه میده؟ سی س س سی س س سی یا به سی سی یا به سی تجزیه میکنیم جداش میکنیم میبینیم سین نیمه. بله سین نیمه است دیگر کدام رفت است؟ یای نیمه است؟ یای نیمه و به خودش. خب سین صدای س س سیب 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 سین یا به سیب کلمه سیب از سه حرف سین یا به تشکیل شده. میریم به تصویر بعدی ببینید شطور از چقدر شطور مقبول و زیبا. ببینید اول حرف کلمه شطور به شین آغاز شده تجزیهش میکنیم شین نیمه دیگه تی نیمه و ر شین ش ش ش صدای شین ببینید ش ش تی و ر تار ش تار ش تار ش ش تار ش تار. حالا بیاییم به این تصویر قبل از اینکه به این تصویر بیاییم بگویم که کلمه شطور از حروف شین تی ر تشکیل شده. حالا ببینید چه صابون از صابون خوشحالی داره میگه. ببینید که ما اومدیم تا براتون بگیم که حرف اول کلمه ما با حرف صاد از دونه ما میواست. بله ببینید برنگ صاد تزدیش میکنیم سواد نیمه است الف است ب نیمه است واو است و نون سوار سو 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 صدای سوار سوار الف سا سا به و بنون بون سا بون سا بون. حالا اینجا ببینیم به تصویر بعدی اینجا زوات هم ببینید هست که زابط زابط چقدر کارهای منظم پوشیدن آماده خدمت است. افتخار میکنیم به تمام کارمندای ما کسایی که در امنیت کار میکنن پلیس هستن ترافیک هستن هر کدام از اینا بسیار زحمت میکشن اینا زحمت میکشن تا ما راحت باشیم. ببینید چه خوب یونیفرم منظم پوشیده کوشش کنید که شما بخواید مکتب بریم تو منظم یونیفرم داشته باشین جورابایتان منظم باشه لباستان اتو کردگی پاک صفا باشه و میقص کتابچایتان پوش کردگی باشه. درست است؟ خب زوات نیمه الف بی نیمه و توی زاد الف زا 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 زاد زا زاد زا زا بت زا بت. خب دانش آموزان عزیز امروز یاد گرفتیم کدام حروف حروف سین و سین نیمه شین شین نیمه زواد زواد نیمه زواد زواد نیمه و اینه که در کلمه در حوال کلمه ما همیشه بر شما همراه با تصویر نشان دادم و تجزیهش هم یاد گرفته. آل شما در خانه حتما حروف که امروز خواندیم که سین و شین زواد و زواد هستن یه دو صفحه نوشته میکنین همراه حروف نیمش و کلمه میسازین و در شماره واتساپ روان میکنین. من منتظر هستم متوجه خود باشین. موفق و کامگار باشین.